ببینید ما توضیح دادیم در موارد اورژانس، که شما دسترسی به کسی ندارید واقعا. ببینید هدف از این اجازه میدونید چی بوده؟ هدف اینه که ما در اختیار دیگران دخل و تصرف نکنیم. شاید این قضیه برای خودش مدیونی یا دین زیادی رو داشته باشه که ما در اختیار دیگران دخل و تصرف بکنیم، حتی اگر به منزله خیرشون باشه، چون بار اول ما به منزله خیر ممکنه در اختیار اونا دخل و تصرف کنیم، بار بعدی و بعدی و بعدی یواش یواش برای موارد دیگه هم به خودمون اجازه بدیم که در اختیارات اونها دخل و تصرف بکنیم. بنابراین عطاشو به لقاش میبخشیم. بنابراین برای اینه که مبادا در 1000 مورد یک مورد خطا بکنیم، کلا این مسئله رو ازش چشم پوشیدیم. اما در یک مواردی شما میاد میبینید که مورد اورژانس، جون اون در خطره، هیچ کس هم همراهش نیست. شما در این مورد مطمئن هستید که تمام اصول این قضیه رو دنبال کردید و قصدتون دخل و تصرف در اختیار افراد نیست، لذا در این مورد رأساً میتونید کارهای لازم رو برای او انجام بدید. دیگه خودتون میدونید بحث مدیونی و بحث اینجور چیزا رو داره، ولی وقتی در این مورد هست دیگه خیالتون راحته که مشکلی گریبانگیر شما نمیشه. اومدین ثواب بکنین، بخواین ثواب کنین کباب بشین، اینطوری نیست. از این نقطه نظره درست شد؟